ده ها استاد دانشگاه از اوایل دولت 13 به ریاست ابراهیم رئیسی در ایران اخراج یا تعلیق شدند. در ماه های گذشته اما سرعت اخراج اساتید شدت گرفته است. در همین حال زمزمه های از جذب 1500 عضو هیئت علمی سهمیه شنیده می شود. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. لیست اساتید اخراجی و تعلیقی دانشگاه های ایران هر روز طولانی تر می شود. اساتیدی که حقوق برخی از آنها ماها بود که قطع شده بود یا تعلیق بودند و حالا حکم نهایی اخراج خود را دریافت کردند. سریال اخراج اساتید دانشگاه های ایران در دولت ابراهیم رئیسی که از شهریور سال 1400 به دنبال حوادث رخ داده در ایران با اخراج بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه آزاد آغاز و به ویژه در هفته های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است. همزمان با زنجیره حذف اساتید منتقد از دانشگاه ها علی شریفی زارچی استاد سابق دانشگاه صنعتی شریف خبر داد که دولت ابراهیم رئیسی مخفیانه فرایند جذب 1500 عضو هیئت علمی همسو را به صورت سهمیه ای فوری و خارج از چارچوب علمی موجود در دانشگاه ها آغاز کرده است. او با فاجعه خواندن این تصمیم سکوت جامعه علمی در برابر آن را خیانت به ایران عنوان کرده بود. محسن رنانی استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان این اقدام ها را انقلاب فرهنگی دوم و کودتا علیه نظام علم می داند و چنین حرکتی را به منزله شلیک نهایی به مغز نظام علم توصیف کرده است. آمنه علی استاد سرشناس دانشگاه علامه طباطبایی که خبر اخراجش 4 شهریور منتشر شده بود در نامه ای سرگشاده تاکید کرد ما معلم ها نمی توانیم و نباید مطیع و پیرو حکومت ها باشیم. روزنامه اعتماد در گزارشی به پشت پرده پروژه خالص سازی در دولت پرداخته است. در این گزارش آمده که مشخص شد که پشت پرده خالص سازی در دانشگاه ها تیم جبهه پایداری قرار دارد. به همین دلیل است که بلافاصله پس از اخراج اساتید برجسته دانشگاه شریف، اعضای جبهه پایداری یا برخی اساتید دانشگاه امام صادق جایگزین آنها شدند. علاوه بر دانشگاه های دولتی، خبر بازنشستگی اجباری 9 تن از اساتید دانشگاه آزاد هم منتشر شد. اساتیدی که هیچ کدام سقف مدت 30 سال اشتغال را تکمیل نکرده بودند و به آنها اعلام شده برای تسویه حساب به دفتر اداری دانشکده مراجعه کنند. از تدریس حسین علایی، از فرماندهان رده بالای پیشین سپاه در دانشگاه تهران، و رضا صالحی امیری از چهره های سابق امنیتی و وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در دانشگاه علوم و تحقیقات هم جلوگیری شده است. پس از اخراج گسترده اساتید از دانشگاه های ایران، خبر استخدام 2 مجری خبرساز صدا و سیما، امیر حسین ثابتی و عباس موزون در دانشگاه شریف برای تدریس در ترم جدید این دانشگاه جنجال برانگیز شده است. امیر حسین ثابتی مجری برنامه جهان‌آرا در شبکه افق است و عباس موزون اجرای برنامه زندگی پس از زندگی در شبکه 4 سیما را بر عهده دارد. در واکنش به این رخدادها کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران 5 شهریور با انتشار بیانیه ای از دخالت فراوان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در امور مربوط به دانشگاه ها انتقاد کرد و در مورد آنچه زوال تدریجی این مراکز خان هشدار داد. در حالی که کمتر از 3 هفته به سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی باقی مانده، اقدامات دستگاه‌های امنیتی در زمینه‌های گوناگون از جمله دانشگاه‌ها برای پیشگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات شدت گرفته است. پیش از این گزارش‌هایی درباره به تأخیر انداختن آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها از بیم حضور دانشجویان در تجمع‌های مرتبط با سالگرد اعتراض‌ها منتشر شده بود. دانشگاه‌ها دلیل این اقدام را پایان یافتن مدت قرارداد اساتید اخراجی عنوان کردند.
در حالی که برخی منابع نزدیک به حاکمیت این تصمیم را به حمایت افراد یاد شده از اعتراض‌های اخیر در ایران نسبت داده و آن را تحسین کردند. روزنامه کیهان در واکنش به این موضوع نوشته اخراج اساتید دانشگاه پیش پا افتاده ترین مجازات نسبت به حمایت این افراد از معترضان بوده است. معصوم ابتکار استاد دانشگاه و معاون دولت‌های خاتمی و روحانی در واکنش به موج اخراج برخی اساتید از دانشگاه‌ها خطاب به عاملان این اقدام گفته است انتقام ناکارآمدی و عدم موفقیت خودتان را از دانشگاه نگیرید. محمد رضا عارف رئیس اسبق دانشگاه تهران و معاون اول دولت خاتمی نیز با انتقاد از اخراج سریالی اساتید چنین اقدامی را سبب خدشه‌دار شدن استقلال دانشگاه‌ها قلمداد کرده است. سید مصطفی محقق داماد نواده مؤسسه حوزه علمی قم و از چهره‌های مشهور دانشگاهی و حوزوی به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها انتقاد کرده و گفته است بدون شک آنها که این اتفاقات را ایجاد کرده و اجرا می‌کنند به دنبال ضربه زدن به کشورند و استقلال دانشگاه‌ها را زیر سوال می‌برند. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر عماد رایانپور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب، وقت شما بخیر. من سلام می‌کنم خدمت شما و همراه شما در خدمتتون هستم. بزرگوارین. آقای دکتر به نظر شما دلیل موج جدید اخراج اساتید دانشگاه چیست؟ بفرمایید. ببینید جریان خالص‌سازی رو که در مقدمه توضیح دادید ما باید بگردیم عقب‌تر بیایم سال 57 تفکرات احمد فردید رو ببینیم. تنها کسی که واژه غرب‌زدگی و پایان دادن به واژه غرب‌زدگی در دنیا رو در اوایل انقلاب 57 شعار میداد مبتکر و بنیانگذار یک نهضت نرم‌افزاری ضد غرب بود که رفته رفته آمد تا سال 59 بحث انقلاب دوم و انقلاب فرهنگی در ایران رو کلید زد و سال 59 تا سال 62 هم دانشگاه‌های ایران به سمت تعطیلی و انقلاب دوم فرو رفتن و عملاً خالص‌سازی رو ما از انقلاب دوم بعد از سال 57 شاهد هستیم. چرا برای توجیه این اتفاق به جای وزارت علوم وزارت کشور بیانیه صادر میکنه؟ بله، وزارت کشور خیلی جالب هست، در یک بیانیه‌ای اعلام کرده که ما نقش میدانداری نظام امنیتی و سیاسی کشور رو به عهده داریم و ورود وزارت کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین رفع نیازهای سازمانی رو نقش میانداری خودش وزیر کشور اعلام میکنه. تا اینجا پیش میره که بیانیه صادر میکنه و تشکر میکنه از این خالص سازی، از این اخراج ها و از این در واقع تسویه حساب هایی که نظام سیاسی داره از اساتید دانشگاه میگیره و بسیار متاسفم که واژه میانداری توسط وزیر کشور در کشور ما تولید شد مثل گزاره های بی مفهوم دیگه ای که الان در کشور رواج داره. چشم انداز وضعیت علمی دانشگاه‌ها را در صورت تداوم این وضعیت چگونه می‌بینید؟ بفرمایید. ببینید من خیلی خلاصه بگم خدمتتون. ممنون میشه. ما الان به دو تا افول بزرگ روبرو هستیم. سیر مهاجرت نخبگان ایران رو داریم که دارن از این کشور میرن. این بزرگترین افول نخبگی در کشور هست. موج دوم هم همین نظام خالص‌سازی و انقلاب فرهنگی پی در پی هست که بعد از انقلاب فرهنگی سال 59 در زمان آقای احمدی نژاد سال 85 میبینیم که این مسیر خالص‌سازی دوباره قوت و اوج میگیره. مجدداً در دولت آقای رئیسی در 1402 داریم میبینیم که باز هم این مسیر اوج گرفته، اساتید دارن کنار گذاشته میشن. یک زنگ خطری برای ارزش دانشگاه‌های ایران در مجامع بین‌المللی حاصل میشه. ستارگانی که اینها دارن از دانشگاه‌های ایران حذف می‌کنن، فردا در رنکینگ دانشگاه‌های دنیا ما متضرر خواهیم شد و این افول رو ما در حوزه علمی در ایران تجربه خواهیم کرد.
سپاسگزارم از شما دکتر عماد رایانپور استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ژئوپلیتیک از تهران با ما همراه بودید.